یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. یه مبحثی رو به گردن من انداختن که اکثر آقایون در این بحث ید طولایی دارن و علی خصوص بزرگترها و پیش کسفت ها که بحث رو سابقه بیشتری هم دارن. وقتی میگیم آهنگ، ما فکر میکنیم آهنگ یعنی ساز، یعنی یه آهنگ ساخته. یکی از آهنگسازهای بزرگ دنیا یکی از آهنگایی که ساخته، چون هر جا کاغذی پیدا میکرد چیزی به ذهنش میرسید میساخت. و یه بار لبه آستینش آهنگش مینویسه. اون موقع هم ضبط نبوده که، باید ملودی رو مینوشتن، این علامت های آهنگسازی باید مینوشتن، بعد رو لبه آستینش مینویسه و میاره خونه یادش میره. به خانوش میگه پیرن من کو، میگه دادم لباس چی بشین، میگه پیداش که اون همه حیثیت من رو چیزی نوشتن. خلاصه میرن لباس ها نشسته میگیرن و میارن، یکی از بزرگترین آهنگای دنیا میشه. و با همون آهنگ هم معروف میشه به تو. اینه که چیزی که به ذهنتون میرسه نه خیلی دست بالا بگیرین نه خیلی دست پایین بگیرین، اینو حتما یه جای ضبطش بکنین. الان اکثر موبایلا وایس داره، میتونید ضبط بکنید، میتونید زنگ بزنید خونتون به جایی که لطفا پیغام بزنید پیغام بزنید آهنگتون رو بذارید، اون چیزی که به ذهنتون میرسه. من استفاده میکنم از صحبتهای استاد عزیزم آقا مرتضی طاهری که من خودم نگاه میکنم تو آقایون خجالت میشه در مقابل شما صحبت میکنم، جای آهی و بزرگتره و آقا محسن و دوستان عزیزم آقا سعید و جای آهنگران که خدمت دارن توی مور. من از بحث آقا مرتضی استفاده میکنم، از این طریق وارد بحث آهنگسازی میشم و بحث سبکسازی. حالا بقول خود یکی اینکه دستگاه هایی که ما داریم آهنگ روش میسازیم یا میخونیم باید مرتبط با مضمون باشه. من یه مثال قرآنی میزنم، شما نمیتونیم بیاین دستگاه سبا که بسیار هزینه بیاین واسه جنات و نعیم بخونیم. جنات و نعیم باید یه دستگاهی خونده بشه که آدم به وجد بیاره. حالا اگه میخوان دستگاه رو توضیح کوتاهی بدم، دستگاه یک سلسله اصوات و نغمات شبیه به همه در موسیقی که بهش میگن یک دستگاه. شما دستگاه ماهو رو میتونین توی جنات و نعیم استفاده بکنید. به عنوان مثال اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. باید یه دستگاهی باشه که آدم به وجد بیاره. بعد همین دستگاه شما نمیتونید بیان در تو جهنم استفاده بکنید. در تو عذاب که میاد باید سگاه بخونید یا باید چارگاه بخونید یا باید بیات بخونید، یعنی عتاب باشه. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، ما جهنم رو برای کافرین حصار قرار دادیم. میتونی که و جعلنا جهنم للکافرین، نمیتونیم نقبه بزنیم. ولی اینجا یک کسی مثل مصطفی اسماعیل میگه و جعلنا ما قرار دادیم جهنم للکافرین حصیرا، انگار حسارش معلوم میکنه. حالات باید تو خوندن معلوم بشه. من بازم مثال قرآنی بزنم، یه سوره هست سوره کهف. سوره کهف یه قرائتی داره مصطفی اسماعیل، گوش کنیم. بعد نیست که عربی بیشتر سردر میارن دوستان، گوش کنیم. یه جایی هست میگه قال قائل منهم کم لبثت، یک کدوم از اینه که خواب بیدار شدن گفت چقدر خوابید. اصلا انگار خود مصطفی اسماعیل بیدار کردین، داریم بهش میگیم که خودش داره این حرفو میزنه، خودش انگار تو اعصاب کف میگه. میگه قال قائل
بله اصلا انگار خود مصطفی رو از خواب بیدار کرد. ما باید دستگاه های خوندنمون مربوط و در تماس مستقیم با مضمونمون باشه. به همین جهت اگر رعایت نکنیم یا ما میخوایم توی مولودی یه چیزی بخونیم، تو مولودی میزنیم سبا میخونیم، همش حزنه. بگیم بابا دل آدم میگیره. یا مثلا میخوایم توی عزا میخوایم بخونیم، یهو میزنیم یه چیز دیگه ای میخونیم. یکی از کارهایی که باید بکنن دوستان آقایون و خود آقای کریمی اینه که دستگاه ها رو یه مقداری باش آشنایی داشته باشن. الان کاست هایی هست که میفروشن یه دستگاه ماهور گوشه یه مثلا آقای مثلا گوش میکنی به دردم میخوره، میدونیم با چی کار بکنیم. اما برای آهنگسازی من فکر میکنم چون وقت کمه همینطوری این توضیحات مختصر که فرمانه مثال و توضیح و اینا زیاد داره. اگر دوستان سوالی چیزی هم داره تو آهنگسازی هست در خلال این 5 دقیقه که من صحبت میکنم بنویسن، این 5 دقیقه در دقیقه هم سوال جواب بدیم، سوالی که به درد همه بخوره. 3 عامل اصلی هست برای ساخت آهنگ. برای ساخت آهنگ 3 عامل اصلیه. 1 عامل ضربه یا ریتمه. عامل دوم آهنگ یا ملودی یا نواست. ضرب، ریتم، آهنگ، ملودی، نوا. عامل سوم دستگاه. عامل سوم میشه دستگاه موسیقی که هر چیزی رو شما اگر در عالم هر صدایی به گوشتون بخوره این در یک دستگاه موسیقی ادا میشه. صدای گریه بچه اینه که از هر صدایی میشه شما یه دونه بک‌گراند صدا میخواییم برای صدای جمعیت. یه بک‌گراند صدا میخواییم برای اینکه صدای جمعیت رو ببینید چیه. الان یه صدای فن داره الان به گوش من میرسه، از این صدا میشه استفاده کرد. ضرب، ریتم، به قول خارجی میشه ریتم، ما میگیم ضرب. دومیش میشه آهنگ یا ملودی یا نوا. سومیش میشه دستگاه. من حالا از هر کدوم اینا 5 تا حساب بکنید. یک کلمه در 5 ریتم. اول ریتم چیه؟ ریتم میشه چیدمان سیلاب‌های یک کلمه یا ضرب‌های یک کلمه در بین دو تا ضرب. حالا با سواد با اندازه چیزی که ما خودمون با سرکار داریم، ضرب یعنی چیدمان یک کلمه و سیلاب‌های اون بین هر کف زدن یا بین هر سینه زدن. مثلا میگیم مفاعیلون، ما حالا کلمه استفاده نمی کنیم، رو وزن شعر استفاده میکنیم. الان من آقایون عرض بکنم رو مفاعیلون 10 تا ریتم پیدا میکنه، ولی ممکنه هر کسی دوتشو بلد باشه به ذهنش برسه فکر بکنم میاد همینطوری. میگیم مفاعیلون، من رو زعبینو میارم صدا میاد مفاعیلون، یه ضرب مفاعیلون، کاری به آهنگش نداریم ما. مفاعیلون یه ریتم، مفاعیلون دوتا، مفاعیلون سه تا ریتم، مفاعیلون، 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 پنجتا. این پنجتا همطوری میشه همطوری بگیم پای سرن میاد دیگه. 5 ریتم، 5 ملودی تو 5 دستگاه حساب بکنید.